بنام خدای مهربان با سلام و وقتتان بخیر با برنامه پس از خبر خوش آمدین همت الله میساق محمدی هستم موضوع بحث امشب ما امنیت انتخابات 24 جوزا است و در برنامه جناب آقای لوی پاسوال محمد سالم احساس رئیس کمیسیون تامین امنیت انتخابات وزارت امور داخله حضور پیدا کردن که از حضورشان جهان سپاس و تشکر می کنیم جناب لوی پاسوال بفرمایین آمادگی ها و برنامه های تدابیری برای تامین امنیت انتخابات 24 جوزا چی گونه پیش میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام با شما و تماما بیننده محترم تلویزیون زیبای شما و همچنان قراره که هماتنهای پر افتخار ما در جریان هستند که به اساس فیصله کمشنر محترم مستقل انتخابات زمانه کې انتخاباته اعلان کړل په دورې دوم از زمان روز نیروهای امنیتی البته آمادگیای خوده تنظیم کدن پلانګزاریا ادارات او همغه پا مطابق به پلان تنظیم شوت با یک مسایې مشترکی بسیار خوب بین نیروهای امنیتی وردوی پر افتخار ما ا پولیس ملي ما و هم کې نار امنیت ملي ما تاعت لبري کميشني مطلب مستقيل انتخابات البته تماما پلان ها او برنامه ها او ارزيب ها و همچنان وزارت آماده شده و تقريبا مطابق به پلان لله الحمد تا امروزه پلان به شکل بسیار اعظم و خوبش تطبیق شده تماما مواد اساس و غيری اساس بمراکز ولایت وهمکه دن از مراکز ولایت به ولسوالیا و ان ام شاء الله که امروز تکمیل خاطر شولند مکمل به تمام ولسوالیا نقشینېهای امنیتی در ارسال این مواد اساس به ولسواليها و <تصفح> مراکز لدې تا انځوی کار چکو نه بوده بالکل البته با تمام مواد اساس و غیر اساس با حمایت نیروهای امنیتی پلیس ملی ما, ما و به حمایت اردو ملی ما و ارګانه کشفی ما البته حمایت شدن که خوشبختانه این پلان بسیار به یک شکل خوبش تطبیق شده و تا این روزه هیچ نوا کدام با هیچ کدام چالش رو نداره نه لا هم که هیچ نوا کدام مشکل و چالش تا این روزه نبوده دیگه بو اساس ارزیابی ابتدایی مراکز رایدهی البته صورت گرفت و قراره و که شما و متنای ما در جریان هستن که البته در هفته که گذشت یک تیم مشترک تحت رابری جناب جلالت ما مهین ارشدی امور امنیتی و همچنان جنرال سایبای ارشد وردوی ملی ما و امنیتی ملی ما و ارگانای محل رفتن به ولایات البته ارزیابا صورت گرفت آمادگیها دیده شد و لیل هم که تمام نیروهای امنیتی تحت رابری کمیسیون محترم مستقل انتخابات ایزارات عام و آمادگی و آمتن خود داره. دوری مبارزات انتخاباتی هم بسیار داغ کنم <تصفح> به پاسوار اگر از تلاش ها برنامه ها و فداکاری های امنیتی در این دوره بگن که رو به پایان از چیز بیشتر از 24 ساعت به پایان مبارزات انتخاباتی در دور دوم باقی مانده به با فضل خداوند با یک امانگی خوبی که در بین نیروهای امنیتی وجود داره و همچنان یک امانگی خوبی که بین نامزادان محترم ریاست جمهوری که البته نماینده برای ما معرفی است و همه روزه البته ما مجالس داریم و به ارتباط کمپاین های قبلا 24 ساعت یا 48 ساعت ما را خبر میتن نیروهای امنیتی با یک تشریک مسایی بسیار خوب البته درسی تامین امنیت کمپینها کمپاین ها هم رول بسیار اساسی و مهم خود بازی کرده و لیله الحمد که تا امروز این برنامه بسیار به یک شکل خوبش پیش میره هم در مرکز و همچنان در ولایات که خدا را شکر که تا امروز البته برنامه ها و پروگرام ها بسیار خوب پیش امنیتی چگونه بوده در این مدت؟ البته در مورد تهدیدات در جای شک نیست که دشمنای مردم افغانستان وهمکنان دشمنای ترقي او آرامش مردمی افغانستان هرګا نه ميخييند كه مردمي افغانستان در يك فضايه صلحه البته زندگي وکونند و د د د چರ್ಚوقتي اصول او قوانين وهمکنان ارمانهاي ملي مردمي افغانستان كه پروسي ملي انتخابات است ای پروسه به شکل خوبیش پیش بره حتما دشمن تب تلاش خود میکنه و تب تلاش خود کرده خو خوشبختانه که نیروهای امنیتی آمادگی آمتان خوده داره و جوابای ددنانشکن در, در دور گذشته هم به دشمن وارد شده و نتانیستن دشمن که کدام دستاور داره و در این دور به اساس ارزیابی و ایزاراتی که ما میبینیم امشالله و رحمان که ما به این مطمئن هستیم که از اون دور کدم این دور امشالله بهتر و بهترتر در تمام اون امورات خواهد باشه این تهدیدات چقدر جدی بوده و یا نه بیشتر تبلیغات میکنن و این تبلیغات کاذب است خب دیگه جای شک نیست تبلیغات دشمن خوب واقعا هم تبلیغات میکنن و تبلیغاتشان وسی است و در پالوی ازی در هر نقطه و در هر جایی که برازیا زمینم مساید شود البته حتما و عمل شومی خود اجرا میکنن. خو خوشبختانه که تماما تکتیکا و تکنیکایی که تروریستا و یا دشمنای مردم افغانستان البته از او کار میگیره و یور عملی میکنه نیروهای بیدار امنیتی ما امشال و رحمان با توانمندیایی که دارن البته متوجه زوگا پستن و جلوگیری زور کرده و امشالا که در آینده هم جلوگیری خواهد کرد این آشکار است که با حمایت های نیروهای امنیتی دلیر و فرزانه کشور تا امروز تقسیم اوقات انتخاباتی تدبیق شده و خیلی خوب هم تدبیق شده و سه روز تا برگزاری انتخابات داریم یکی از موضوعاتی که در روز انتخابات قابل بحث است امنیت مراکز رایدهی است آخرین یافته های شما و آخرین بررسی های شما چرا می, چرا به چی تعداد مراکز رایدهی در روز انتخابات بسته خواهد ماند و به چی تعداد باز خواهد البته قسمی که پیشتر هم ما اشاره داشتم که به اساس ارزیابی های تیم مشترک که در هفته قبل البته به تماما ولایت تی پی ای یا زنای صحابی ما سفر داشتند و از ارزیابی خود داشتند که ما در ارزیابی آخیره خود که امروز به کمیسیون محترم مستقل انتخابات وره تقدیم کردیم که از جمله 7169 سایتی که از طرف کمیسیون محترم مستقل انتخابات البته درخواس شده, شده, شده بود از جمله ازو 6356 سایت البته د ریسای ته امنیت ش ان شاء الله تمام نیروهای امنیتی با تشریک مسای امدگی هم تمام خود درند صرف در ارتباط 813 سایت البته ما پیشنهاد خود به مقام کمیشن دادیم و دلایل و وجوهاتی که البته یک سلسله مشکلاتای کی هم موضوع امنیتی بوده او هم مسائل سبل و بر روا بودند و هم در باز نکات مثلا مردم، ألبته س... سکنه ندارن یا در اونجا انتقال کردن فر مثال به مراکز شهرای بزرگ یا مثلا به مراکز ولسوالیا البته ما دلایل خود هم گفتیم و پیشنهاد کردیم دیگه تصمیم البته به خود کمیسیون مستقل انتخابات تعلق میگره و در مورد تصمیم خود خود, خود گرفتن و بر ما ایدت خوردن و ما با تمام امکانات دزداشته خود البته ان شاء به خاطر تامین امنیت مردم خود در روز انتخابات پیش از او همچنان بعد از انتخابات که تمام این موضوعات در پلان ها البته گنجانیده شده هم برای تامین امنیت مردم ما در روز انتخابات در سایت ها و همچنان کارکنان کمیسیون محترم مستقل انتخابات البته مشاهدین و ناظرین ملی و بین مللی و رسانه های عزیز ما و همچنان انتقال مواد اساس و غیر اساس گودام ها دیپو ها و دفاتر در تمام موضوعات البته نیروهای امنیتی مطابق به پلان با یک تشریک مسایی خوب امشالله در خدمت هموطنان و مردم خود است 813 مرکزی که بسته خواهد بود بیشتر در کدام ولایت هاست و این تهدیدات از چه نوع است آیا عملا در این مناطق که مراکز بسته خواهد بود نیروهای مخالف حکومت و طالبان مسلح حضور دارند و یا نه گونه دیگر است البته در این مراکز اول خو ما چهار ولسوالی که از متها به این طرف در اونجا حاکمیت دولتی وجود نداره این ولسوالی و مراکزی که در ولسوالی ها در نظر بود و هم شامل هستند کدام ولسوالی هست؟ که ما شما مثلا در ولایت هلمند ولسوالی دیشور داریم او همکنان در ولایت غزنی هم یک کلسوالی ماست که ناواس و خاک افغاناست زابل و بغران است درلمن کی چار کلسوالی متاسفانه البته کی د رو حاکمیت قانون و دولتي تعفله وجود نداره بنا به ملوزات است که اساس تمام مسلې امنیتی له ګفته نمیتونیم ملوزات دیگه هم شاید باشه ودغه ای در تمامه ولایت کشور ماسته نهست که په مثال د یوې ولایت یا د یوې استقامات یا په مثال د تنه در جنوب یا د شرق البته د تمامه ساحه ولا تمامه تمام جغرافیه افغانستان است واکثر ازي در ولسواليای ديستن که ولسوالي سرحدي ديستن که ودلونجه هم ما قسمه کې پيشتر گفتیم تنه تنها مالوزه امنيتي نه دي که مسائل د سبولو بدن راهاس و همکله خالی از سكنهست در اکثر جای و در یک تعدادش البته مشکلات و مسائل امنیتی هم وجود داره بسیار تشکر پس از وقفه همچنان بینده این بحث باشه بنام خدای مهربان با سلام و وقتتان بخیر با برنامه پس از خبر خوش آمدین همت الله میساق محمدی هستم موضوع بحث امشب ما امنیت انتخابات 24 جوزا است و در برنامه جناب آقای لوی پاسوال محمد سالم احساس رئیس کمیسیون تامین امنیت انتخابات وزارت امور داخله حضور پیدا کردن که از حضور شان جهان سپاس و تشکر میکنیم جناب لوی پاسوال بفرماین آمادگی ها و برنامه های تدابیری برای تمین امنیت انتخابات 24 جوزا چی گونه پیش میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام با شما و تماما بیننده محترم تلویزیون زیبای شما و همچنان قراره که همتنای پر افتخار ما در جریان هستند که به اساس فیصله کمیسیون محترم مستقل انتخابات زمانی که انتخابات اعلان کردن به دور دوم از زمان روز نیروهای امنیتی البته آمادگی های خود تنظیم کردن پلان گزاری ها و همه گپا مطابق به پلان تنظیم شد با یک مسایی مشترکی بسیار خوب بین نیروهای امنیتی وردوی پر افتخار ما پولیس <مليمع> ملي مو و همکنان امنیت ملي مو تاعتر بری کمیسیون مطلبي مستقل انتخابات البته تمام ومن پلان ها او برنامه ها او ارزیابی ها و همچنان وزارت آماده شده و تقریبا مطابق به پلان لله الحمد تا امروزه پلان به شکل بسیار اعظم و خوبش تطبیق شده تماما مواد اساس و غیر اساس بمراکز ولایت وهمچنان از مراکز ولایت به ولسوالیا و ان شاء الله که امروز تکمیل خاطر شولند مکمل به تمام ولسوالیا نقشین نیروهای امنیتی در ارسال این مواد اساس به ولسوالی ها و مراکز غیر الگیج... هیچ تا اینج کار شي کو نه بوده بالکل البته با تمام مواد اساس و غیر اساس با حمایت نیروهای امنیتی پلیس ملی ما و به حمایت اردو ملی ما و ارگانه کشفی ما البته حمایه شدند که خوشبختانه این پلان بسیار به یک شکل خوبش تطبیق شده و تا این روز هیچ نوا کدام با هیچ کدام چالش رو نداشت لاله هم که هیچ نوا کدام مشکل و چالش تا این روز نبوده دیگه بو اساس ارزیابی ابتدایی مراکز رایدهی البته صورت گرفت و قراره که شما و متنای ما در جریان که البته در هفته‌ای که گذشت یک تیم مشترک تحت رهبری جناب جلالت ماب مهین سب ارشد امور امنیتی و همچنان جنرال سایبای ارشد وردوی ملی ما و امنیتی ملی ما و ارگانای محل رفتن به ولایات البته ارزیابا صورت گرفت آمدگی دیده شد ولی لول هم که تمام نیروهای امنیتی تحت رابری کمیسیون محترم مستقل, مستقل انتخابات ایزالات عام و تام و آمادگی عام و تام خود داره دوری مبارزات انتخاباتی هم بسیار داغ <تصفح> به پاسوار اگر از تلاش ها برنامه ها و فداکاری های نیروهای امنیتی در این دوره بگن که رو به پایان از چیز بیشتر از 24 سال به پایان مبارزات انتخاباتی در دور دوم باقی مانده به با فضل خداوند با یک امانگی خوبی که در بین نیروهای امنیتی وجود داره و همچنان یک امانگی خوبی که بین نامزدان محترم ریاست جمهوری که البته برای ما معرفی است و همه روزه البته ما مجالس داریم و به ارتباط کمپاین های قبلا 24 ساعت یا 48 ساعت ما را خبر میتن نیروهای امنیتی با یک تشریک مسایی بسیار خوب البته درسی تامین امنیت کمپینها کمپاین ها هم رول بسیار اساسی و مهم خود بازی کرده و لیلا هم که تا امروز این ای برنامه بسیار به یک شکل خوبش پیش میره هم در مرکز و همچنان در ولایات که خدا را شکر که تا امروز البته برنامه ها و پروگرام ها بسیار خوب پیش تهدیدات امنیتی چگونه بوده در این مدت؟ البته در مورد تهدیدات در جای شک نیست که دشمنای مردم افغانستان اوهم کنان دشمنای ترقې او آرامش مردمه افغانستان هرګانه ميخاين کې مردمه افغانستان د رښتفزای صلحه البته ژوندګي وکونند او د دک چارچاوکاتي اصول او قوانين اوهم کنان ارمانҳои ملي مردمه افغانستان کې پروسی ملي انتخابات است این پروسه به شکل خوبیش پیش بره حتما دشمن تب تلاش خود میکنه و تب تلاش خود کرده خو خوشبختانه که نیروهای امنیتی آمادگی آمتان خوده داره و جوابای در در دور گذشته هم به دشمن وارد شده و نتانیستن دشمن که کدام دستاور داره و در این دور اساس ارزیابی و ایزاراتی که ما میبینیم امشالله و رحمان که ما به این مطمئن استیم که از دور کدم این دور امشالله بهتر و بهترتر در تمام اون امورات خواهد باشه این تهدیدات چقدر جدی بوده و یا نه بیشتر تبلیغات میکنن و این تبلیغات کاذب است خب دیگه جای شک نیست تبلیغات دشمن خوب واقعا هم تبلیغات میکنن و تبلیغاتشان وسی است و در پالوی ازی در هر نقطه و در هر جایی که بلازیا زمینم مساعد شوه البته حتما و عمل شوم خود اجرا میکنن خو خوشبختانه که تماما تکتیکا و تکنیکایی که تروریستا و یا دشمنای مردم افغانستان البته از او کار میگیره و یور عملی میکنه نیروهای بیدار امنیتی ما ان شاء رحمان با توانمندیایی که دارن البته متوجه از اوگه و جلوگیری از کرده و امشالله که در آینده هم جلوگیری خواهد کرد این آشکار است که با حمایت های نیروهای امنیتی دلیر و فرزانه کشور تا امروز تقسیم اوقات انتخاباتی تدبیق شده و خیلی خوب هم تطبیق شده و سه روز تا برگزاری انتخابات داریم یکی از موضوعاتی که در روز انتخابات قابل بحث است امنیت مراکز رایدهی است آخرین یافته های شما و آخرین بررسی های شما چرا, می... چرا می به چی تعداد مراکز رایدهی در روز انتخابات بسته خواهد ماند و به چی تعداد باز خواهد بود. البته قسمه که پیشتر هم ما اشاره داشتم که به اساس ارزیابی های تیم مشترک که در هفته قبل البته به تمام ولایت تی پی ای یا زنای صحابی ما ا سفر درشتن و ارزیابی خو داشتن کی ما در ارزیابی اخیری خو کی امروز به کمیسیون محترم مستقل انتخابات و را تقدیم کردیم کی از جمله 7169 سایتی کی از طرف کمیسیون محترم مستقل انتخابات البته در خال شده بود از جمله ازو 6356 سایت البته در ریسه تضمین امنیتش ان شاء الله تماما نیروهای امنیتی با تشریک مسائی امدادگی هم تام خود دارند صرف در ارتباط 813 سایت البته ما پیشنهاد خود به مقام کمیشن دادیم و دلایل و وجوهاتی که البته یک سلسله مشکلاتای کی هم موضوع امنیتی بوده و هم مسائل سب و برعوا بودند و هم در باز نقاط فرض مثال مردم البته ساب... سکنه ندارن یا در اونجا انتقال کردن فریم به مراکز شهرهای بزرگ یا مثلا به مراکز ولسوالیا البته ما دلایل خود هم گفتیم و پیشنهاد کردیم دیگه تصمیم البته به خود کمیسیون مستقل انتخابات تعلق میگیره و در مورد تصمیم خود خواهد گرفتن و برای ما ایدهت خواهد دادن و ما با تمام امکانات دزداشته خود البته امشالله آمده به خاطر تامین امنیت مردم خود در روز انتخابات پیش از او همچنان بعد از انتخابات که تمام این موضوعات در پلانها ها البته گنجانیده شده هم برای تامین امنیت مردم ما در روز انتخابات در سایت ها و همچنان کارکنان کمیسیون محترم مستقل انتخابات البته مشاهدین و ناظرین ملی و بین المللی و رسانه های عزیز ما و همچنان انتقال مواد اساس و غیر اساس گودام ها دیپو ها و دفاتر در تمام موضوعات البته نیروهای امنیتی مطابق به پلان با یک تشریک مسایی خوب امشالله در خدمت هموطنان و مردم خود است 813 مرکزی که بسته خواهد بود بیشتر در کدام ولایت هاست و این تهدیدات از چه نوع است آیا عملا در این مناطق که مراکز بسته خواهد بود نیروهای مخالف حکومت و طالبان مسلح حضور دارن و یا نه گونه دیگر است البته در این مراکز اول خود ما چهار ولسوالی که از ها به این طرف در اونجا حاکمیت دولتی وجود نداره این ولسوالی و مراکزی که در ولسوالی ها در نظر بود و هم شامل هستند کدام ولسوالی که ما شما مثلا در ولایت هلمند ولسوالی دیشور داریم و همکله د ولایت غزنی هم یکه ولسوالي ماست چې ناواس و خاکه افغاناسته زابل و بغراناست درېمان چې څار ولسوالي متاسفانه البته چې د رو حاکمیت قانون و دولتي تعفله وجود نداره بنا به ملوزات یې هسته هست چې تاسو تنه ما مسله امنیتی ده و ګفته نمیتو ملوزات دیگه هم شاید باشه و دغه ای در تمامه ولایت کشور ماسته نه ایست که په مثال د یک ولایت یا يا د یک استقامت یا په مثال تنادر جنوب یا د شرق البته د تمامه ساحه ولا تمامه جغرافیه افغانستان است وا اکثر ازي در ولسواليای هستند که ولسوالي سرحدي هستند که او درونځ هم ما قسمه کې پيشتر گفتیم تنو تنها ملوزات امنيتي نه ایست که مسائل سبلو بربدنه راهاس و همکنان خالي از سكنه است در اکثر جایا و در یک تعدادش البته مشکلات و مسائل امنیتی هم وجود داره بسیار تشکر پس از وقفه همچنان بینده این بحث باشه دوباره خوش آمدین شما بیننده برنامه پس از خبر و گونه مستقیم از تلویزیون آریانا نیوز هستن آقای لوی پاسوال به چی تعداد از نیروهای امنیتی کشور مصروف تامین امنیت انتخابات هستن و از کدام قطعات هستن البته قسمی که پیشتر ما هم گفتیم که خوشبختانه یک اماهنگی بسیار بسابقه و بسیار به شکل مسلکی بابا بشكل علمي شلل والحم بين نیروهای امنیتی وجود داره که قلبا من حيث مسؤول امنیتی از پرسه از حمایت و راهبری راهبرای ارشد خود راهبرای ارشد نیروهای امنیتی جناب جلالت ما پوزیسی به امور داخله و همچنان جناب جلالت ما پوزیسی دفاع ملی و جناب جلالت ما رئیس به امنیت ملی که یک حمایت بسیار خوب کردند و رهبری بسیار خوب کردند که خوشبختانه خوشبختانه موفقیت که ما در پروسه شانزده حمل پروسه انتخابات داشتیم هم امهانگی خوبی ما البته یکه از راز اساسی موافقیت ما بود و درې دوره ما کې وینېم لله الحمد ای پروسه بشور به شکل خوبش البته رهبری شوه او حمایت شوه وهمچنان امانګیا بشور به شکل عالی او خوبش وجود داره که تمام نیروهای امنیتی مطابق به پلان بناوب ارزیابیا و نظر به ضرورت البته جابجا شولند که ما از نقطه نظر پرسونل هیچ نو کدام تشویش نداریم که نظر به پلان به اساس ضرورت به اساس ارزیابی قوتا هم از پلیس ملی هم از اردوی ملی هم از امنیت ملی تنظیم شدن جابجا شدن قطعات دزرف هم وجود داره و همچنان قطعات دیگه ای که فرمسال در وظایف روزمره خود مصروف هستند خو خلاص خدمتتان گفته میتونیم که از نقطه نظر کمبوت پرسنل ما هیچ نوع تشویش یا مشکل وجود نداره با مقدار کافی ما البته پرسنل خود جا بجا کردیم و آمادگی خود داریم و حتی قطعات خاص هم مصروف تامین امنیت انتخابات امن امن بلکل، بالکل، تماما قطعات و جستامای نیروهای امنیتی سنوف مختلف نیروهای امنیتی البته مطابق به پلان البته توزیف هستند و ازارات عام و تام تمام قطعات ما الله دارن و آماده اجرای خدمت است ما دور اول انتخابات را در شانزه حمل تجربه کردیم چقدر نواقصی که از بود امنیتی و تدابیر امنیتی در شانزه عمل رخ داد شما یاداشت کرده بودین و چقدر توانستن با پلان های تدابیری و کارشوه های جدید عملی این نواقص را کم بکنین و مورد دیگه هم این که نگرانی وجود داره هنوز هم از طرف ورزی نیروهای امنیتی برای به طرف واقعی شدن نیروهای امنیتی کشور تا اینجا چقدر کار شده و چقدر کارها مطلوب بوده قسمی که شما و هماتنان ما در جریان هستند پروسی ملی که انتخابات 16 حمل بود واقعا این پروسه از طرف نیروهای امنیتی مطابق به پلان و تحت رهنمایی و رهبری کمیسیون محترم مستقل انتخابات به شکل بسیار احسن و خوبش با حمایت و همکاری مردم پر افتخار افغانستان نیروهای امنیتی تانیستند که این وظیفه محوله خود به شکل احسن خوبش اجرا کنند د دې جای شک نشته چې د اجرایی کار او د اجرایی وظایف حتمًا کمبودیاو او نواقص و نه مدمشا چې ما از تجربې بسیار خوبي کې از دورې گذشته دریم تمامه نیراهای امنیتی ما البته تجربې مثبت او تجربې بسیار عالی او خوبي کې از دورې گذشته دریم و همکلهان در بعض نقاط او در بعض حالات ناراسای او کمبوديای کې البته په نظر رسیدې بودن او قسمي کې هم اتنه هم د جریان استند کې سیمینارهای بسیار خوبی در چوکات وزارتهای نیروهای امنیتی البته دایر شد که از جمله در وزارت داخله تماما قماندان های قطعات و جسرام های ما سنف مختلف پلیس سمینار داشتن و تجارب مثبت و خالīga وا کميتيها وا نرسيای دوري گذشتره همه با یک به دیگر شریک کردند و در دې مورید تصمیم گرفتند که خوشبختانه عین عمل در وزارت محترم دفاع ملی هم البته عملی شوت وا در ریاست محترم امنیت ملی و اصولن بعد از اجرای وظیفه ارزیابی از نقطه نظر مسلکی هم یکی از اساسات است که باید ارزیابی صورت بگیره و نقاط مثبت و منفی و فرض مثال کم ما به اطمینان برای شما گفته میتونیم که آمادگی که فعلا نیروهای امنیتی ما داره اردو ملی ما که حمایت میکنه پلیس پلیس ملی ما و امنیت ملی ما ما ان به این مطمئن هستیم که اجرات و اقدامات و تدابیر امنیتی نیروهای امنیتی ما از دور گذشته که در شانزده حمل ما انتخابات شاهدش بودیم در این دور به چندین مراتبه بهتر و خوبتر خواهد باشند و همچنان در مورد بیترفی نیروهای امنیتی قسمی که شما هم در جریان هستن به اساس فرمان جناب جلت ما رئیس جمهور و به اساس هدایت و عامل مقرر رهبرای ارشد نیروهای امنیتی که به تماما نیروهای امنیتی البته ای امر رسیده که مطلقا باید نیروهای امنیتی ما به طرفی خود حفظ کنند و خوشبختانه که ما در امر بسیار مهم البته متحد هستیم وا تمام ومنیروهای پولیس ما تانستر کې د دورې گزارته هم د دې مورید بي طرفي خدا حفظ کونئ او برې فعلاً هم ما متحد استیم وحدات سری او جدي اثرفي جناب جلتمه اپوزيبي امور داخله بشکل رسمي در سیمینار ها و هم کلهن از طریق مطبوعات کی مطلقاً پولیس ما من حيث فرزند صدیق از وطن و من حيث یک پولیس واقعاً ملی در خدمت مردم خود باشه در یسی تضمین امنیت البته متوجی مسولتاي خود باشه و به هیچ صورت البته به نفع یا به ضرر یکی از کاندای محترم البته یا واقع نشه شانزه انتخابات شانزه حمل با شکایت های هم همراه بود و شماره از شکایت هم در قسمت طرف ورزی مقام های امنیتی در مرکز ولایت‌های های کشور ثبت شده بود آیا شده که یک مقام محلی و یا در مرکز به دلیل طرف ورزیش یک مقام امنیتی از کار برکنار شده باشد تو هنوز؟ قسمه که همه ما در جریان هستند که پیش از شانزه حمل البته یک سلسله اتهاماتی که از طرف دفاتر کاندای محترم ریاست جمهوری بالا یک تعداد از منصوبین ما وارد شده بودند و بعد از تحلیل و تجزیه و ارزیابی ما رهبری مقام وزارت در حدود دل 15 نفر البته وظیفه در تعلیق قوردند و قسم که شما هم برای موضوع اشاره کردید ما هم از مطبوعات شنیدیم که یک سلسله اتهامات البته به شکل که در آمدن گفته شده ما ما ایره شنیدیم ولیکن به شکل رسمی از مراجع رسمی ما که کمیسیون محترم مستقل انتخابات است و همچنان کمیسیون محترم سم شکایت است تا این روزه البته به ادرس مقام وزارت کدام سندی و یا کدام شکایت نرسیده اگر فرمسال برسم در این مورد به هیچ وجه به هیچ صورت کسی بی تفاوت نیمانه و حتما مطابق با احکام قانون در مورد زو اجرات میشه و اگر خدا نخواسته خدا نخواسته در آینده هم امچو مثلا تخطی صورت بگیره از طرف پلیس ملی ما و از طرف منصوبین ما در این مورد مطابق با احکام قانون امرازو برخورد بسیار جدی خواهد شد همین لحظه ای که من و شما صحبت میکنیم وضعیت کار به های پلیس چگونه است در جاده ها در مواد حساس به مراکز و محل های رایدهی انتقال داده شده آنها اونجا هم حضور دارن؟ آه بلکل آه ما قسم که پیشتر هم خدمتتان گفتم تمام نیروهای امنیتی ما خصوصا پلیس ما مطابق به پلان البته خوشبختانه که تا الیام امروز تماما پلان و برنامه ها بسیار به شکل عالی و خوبش تطبیق شده پیش رفته که ما کدام حادثه واقعی البته ندارند دی مورد و با کدام مشکل هم سر نخوردیم و امید به خداوند متعال است که با دعای مردم پر افتخار افغانستان و با قربانی های نیروهای امنیتی و با تلاش که دارند و با رهبری بسیار خوبی که از طرف رهبرهای ارشد ما ما حمایت میشیم و یک کمانگی خوبی که بین نیروهای امنیتی و همچنان کمیسیون محترم مستقل انتخابات وجود داره ما امشالله به مردم پر افتخار خود اطمینان میتیم که ما با تمام توانمندی هایی که داریم در خدمت مردم خود هستیم و به خاطر تامین امنیت و سلامت پروسه ملی ما از هیچ نوع قربانی دریغ نخواد کردیم یک اعتبار بسیار خوبی از سوی مردم حالا در قسمت نیروهای امنیتی کشور خوشبختانه وجود داره به خاطر تقویت این اعتماد مسکم شدن این ارتباط بسیار صمیمانه از دید شما چه باید کرد مکلفیت مردم و هم مکلفیت نیروهای امنیتی یک موضوع ما خدمت هموطنان عزیز خود عرض کنم که خوشبختانه با اثر تپ و تلاش رهبرای ارشد البته توانمندیهای های نیروهای امنیتی ما فعلا لله در بسیار یک سطح عالی قرار داره خصوصا در چوکات پلیس اگر ما بگیم که پلیس امروز ما پلیس پنج سال و ده سال پیش نیست از نقطه نظر امکانات، تجهیزات، تعلیم و تربیه، اقدامات، عمل کرد الحمدلله در حالت بسیار خوبی قرار دارن صحبت اگر جمع کنین چون فرصت میرسه و آه البته خواهش ما و آرزوی ما از مردم پر افتخار افغانستان ای است که باید بالای فرزندهای خود اعتماد بکنند و یارا همکاری بکنند و خواهش دیگه ما هم از مردم پر افتخار ما ای است که در این پروسی ملی البته قسمی که به کل دنیا و جهان نشان دادن در شانزده عمل در 24 جوزا هم با اشتراک شان البته در این پروسه اشتراک بکنن و نیروهای امنیتی خود حمایت بکنن و همکاری بکنن بسیار تشکر جناب آقای لوی پاسوال محمد سالم احساس رئیس کمیسیون تامین امنیت انتخابات وزارت امور داخل از حضورتان در برنامه پس از خبر تشکر فراموش نکنیم که حمایت و اعتماد ما نسبت به نیروهای امنیتی این نیروها را بیشتر قوی خواهد ساخت تشکر از همراهی شما خدا نگهدار